که آهنگی رو انتخاب کرده. آره گوشتمه. خب چه خوب کردی اومدی. خب برای زیبا هیچ هدیه‌ای نبردم. نیوردم یعنی. هدیه برای من راستی خودم هدیه‌ام، خودم هدیه به این گندگی. خودت یه هدیه‌ای برای کلا آفرین. زیبا از این محسنا زیاد بیاد باشه. از این محسنا زیاد میاد دیگه. محسن بقیه هم بیاد با خودت. خب خیلی خوب. چرا دیگه اون پر... ببین تو هدایاتو دادی من خودم آوردم. آره آها راست میگه من هدایا دادم. بچه این هدایاشو داده بود به من، گفت زیبا من بدم به تو، بیام یه ذره جلوتر که چیز کنیم. اوه آها خب بچه تخم مرغ چه خوشگل با چی الایزام زدی. تخم کتان زدم و شوید زدم و باریکلا بابا دیگه 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 سالادو چه سری درست کردی تا من رفتم یه دونه خوشگل مشکل. اصلا پسر زرنگی آفرین. مرسی مرسی. ماستو بابا ماستو چه قشنگ درست کرد. نونا هم از فوزی هم. فوزی هم داره تو راهه که میاد احمدو چیزو ببینه. خب شروع کنم اول تخم مرغ. نصف نصف اول خیلی کار خوب می‌کنی. نصف. چون که این اینو دو بردار. این بزرگه این کوچیکه برای من این بزرگه برای اون. نه چرا من بزرگی هستم برای اینکه من شکم هم. اگر تو همینطوری با هم توی آقا بشقاب رو می‌ذارم اینجا من اینجوری می‌خورم این شکم هم. خب منم اینو میکشم برای خودم. خب نه برای اینکه حواس آدم میره مثل اون انگوره میشه که داشتی انگوره رو میخواد. بچه ها اتفاقای زیادی براش افتاده تو این موقع. موبایل چی شد؟ بچه ها الان میگن حتما تو رو به بیشتر میشون بدن. بیا موبایلم که چند روز پیش افتاده بود شکسته بود. خیلی مشکل دارم باش برای بس شدن. ولی خب سعی میکنم که بس بشم. میگه که زیبا بهت تهمت دزدی میزنه. ما داریم نهار میکنیم. بذاری هر وقت زب ببینیم اون موقع باید چیکار بکنیم. بگو چی رو به دوستم.
اینجا دزدیا یه چیزی هم میذاره. همه چی خالیه، دزد بیاد اینجا یه قشنون یه چیز یه چیه او به وایزون می نویزه برای میگه که میخوام اگه زیبا اجازه بده یه 3 دقیقه وقت بگیرم یه صحبت کوتاه بکنم. الان بکنم من حرف نزنم 3 دقیقه. شروع شد. خیلی اتفاق جالبی بود. من دیشب که داشتم می اومدم هامبورگ گفتم که سال 2014 که وقتی به هامبورگ ورود کردم میشه برم توی اون خونه‌ای که 2 هفته اونجا موندم، بعد اومدم و رفتم فرانکفورت، رسیدم به فرانکفورت. اون 2 هفته‌ای که اینجا بودم خیلی سنگین بود، خیلی سخت بود، خیلی وحشتناک بود برای خودم خیلی. بعد گفتم اگه بشه من برم ببینم اون خونه رو، میتونم برم اون خونه رو پیدا بکنم. با احمد آقا سوار اتوبوس شدیم، اتوبوس پیشید، گفتم اینجا چقدر آشناست، این کجا داره میره؟ رفت پیشید وایساد، گفتم احمد آقا این بغل یه دونه واشخامه، واش سالونه، یه جایی هست که میرم ماشین لباسا رو میبرم اونجا میشورم. گفت آره. گفتم اونجا هم یه دونه کیوسکه؟ گفت آره. بعد گفتم ببین احمد آقا تو منو آوردی اینجا، اینجا پنی داره؟ آره. گفت اینجا، گفتم اینجا پنی داره؟ گفت آره. گفتم من داشتم 10 روز پیش میگفتم خدایا چی میشه من برم هامبورگ، برم اونجا رو ببینم عکس بندازم. آراس میگه رفتم اونجا امروز صبح، گفتم آقا بیا منو ببر اونجا عکس بندازیم. رفتیم اونجا وایسادم، یه بغضی اومد این بالا، اشک اومد توی چشام. بعد احمد آقا گفتش که یه چند دقیقه میخوای اینجا تنها باش، چیز کن با خودت، عشق و حال کن. وایسادم عکس انداختم، عکس رو میذارم توی اینستاگرام. خیلی جای جالبی بود، اون جایی که میرفتم مینشستم کنار آب و میگفتم که حالا چی کار باید کرد، حالا چی میشه، آینده چی میشه. بعد الان واقعا خوشحالم که آینده نه اونجوری که خیلی دلم میخواست شد، ولی اونجا یه جوری شد که خودم از خودم خوشحالم. آخه آره اینو میخواستم بگم، بدون پیش نیاز، بدون اینکه به تو بگم خواستم اینجا بگم. چی جالب. بعد دقیقاً همونجا احمد آقا دقیقاً 1 دقیقه با اون خونه‌ای که من فاصله دارم. بعد گفتم احمد آقا من اومدم اینجا با آشتله بود. گفت آره اینجا یه ایرانی زندگی میکرد، این اینجا زیر ماشین رفته بود، بعد به خاطر همون داشتن این زیر آره درست می‌کردن. اونجا خونه کی بودی؟ یه خونه یه آدمی بودم. نمی‌خوای بگی؟ نه نمی‌خوام بگم. یه خونه یه آدمی بودم. زجرم نه زجرم نداد، ولی زن بود یا مرد؟ مرد بود، ولی خودم خیلی درگیر بودم که چی میشه، چه میخواهد بشه. آخه رفتی بعدن الان ای چه جالب، چه جالب. آرزو کردی؟ آرزو آره بس. اصلا جالب، اصلا از جالبی فراتر به نظر من واقعا. چه عالی عکس گرفتی. چه خوب به من نگفتی که بعد تو لایف بگی. خب دیگه اینجوریه بچه، شما رو اینجوری دوست داره. یعنی احساس میکنم این برخوردها، این اتفاقات بی حکمت نیست، الکی نیست. من باید می اومدم و لایف میذاشتم، توی لایف مثلا اون حسم رو میگفتم. همین که باز میکنیم خودمون رو نشون میدیم که کی هستیم، این به نظر من بزرگترین حرکت برای هر شخص. آره ما همه خوشگلیم، خوبیم، عکسای خوشگل میذاریم توی اینستاگرام، اما وقتی میایم باز میکنیم ارتباطمون رو با آدما، حرفای خاصی میزنیم، حرفای دلمون رو میزنیم، این به نظر من حرکت بزرگیه برای آرامش، برای آسایش. فکر میکنم حالا دارم تو این پروسه هستم. بگو که این تهبندیه و شام دعوته، نهار آره این تهبندیه، شام دعوت هم خونه احمد آقا میخواد احمد خونه بده. یعنی ساعت 6، یعنی ساعت چند دقیقه دیگه، چند ساعت دیگه میگی؟ 2 ساعت دیگه میرم. فوزی هم گفت خودشو میرسونه. توی این فاصله هم ما گفتیم که چه جالب، من تخم کتون، بچه ها نگاه کنی تخم کتون رو ریخ توی تخم. آفرین، من چیزای جالبی از تو یاد میگیرم. تو خونه تو هم خیلی چیزای جالبی دیدم. اون سالادی که درست کردی و مرغ و باغ خیلی خوب بود. اون ماست و با اون لبو خیلی خوب بود. همه فیلم کردم حالا چه سالاد مخصوصی نمیزم، لبو رو برداشت موسیقی چه خوشگل. با نعنا از
تجربه با کجا رفتید؟ هامبورگ رو گشتید؟ رفتیم شهرداری هامبورگ. رفتیم شهرداری هامبورگ. بعد رفتیم شهر رو نگاه کردیم. یه جایی احمد آقا ناخودآگاه منو برد که من اونجاها بودم. نگاه میکردم به همونجا، میدیدم هنوز همون شکله، ولی من دیگه اون شکلی نیستم. من دیگه اون محسن سابق نیستم. بعد تو دلم میگفتم که تو پس اول هامبورگ بودی. اولین جایی که من اومدم هامبورگ بود. اولین استوپی که من کردم هامبورگ. منم اولین استوپی که کردم فرانکفورت بود. چاله وقتی داشتم از فرانکفورت میزنم فرانکفورت فرانکفورت. تو اومدی اینجا بوده هامبورگ. هامبورگ. مثلا من بخاطر همین می‌خواستم صبح بلند داد بزنم. صبح می‌خواست داد بزنه بگه هامبورگ سلام. منم تو وقتی رسیدم به فرانکفورت این حرفو زدم. گفتم سال 1993 اون موقع که من بعد رفتم، من هیچ وقت نمی‌خواستم پناهنده بشم. رفتم و تا 8 سال بعدش دوباره جریانات اینجوری رقم خورد. کاش منم پیشتون بودم. ما کاش ها رو به کاشتن تبدیل میکنیم و شما رو هم میاریم پیش خودمون. الان همینطور اصلا این مثل خانواده خیلی جالب. بگو با احمد بعدش دیشب چقدر خوب شد که من دیشب رسیدم آره دیشب رسیدم به ایستگاه قطار. بعد وقتی رسیدم یه آقایی داره اینور اونور هی نگاه میکنه. بعد منتظر شدم که نگاهش ثابت بشه پنجره قطار، چون منتظر بودم بیام بیرون. بعد نگاه کرد دست تکون دادم، بعد نگاه کرد بعد من اونم دست تکون دادم. کی احمد آره شناختمت دیگه. شناختمش چه چانه دوستت. دیشب هم بهش گفتم احمد آقا یه کاری بکنی، خواهش میکنم ازت که این اولین بار و آخرین بار من نباشه میام هامبورگ. گفت نه پسرتو بردو بیار تعطیلات بیاین. گفتم باشه شما هم حتما بیا حتما. اصل و سه صبح به سنگ زدن گفتن چی؟ میخوام بیان اینجا. بعدن شما همه با هم میخوایم بریم پیش احمد. بعدن اینجوری میکنن زیبا شاید تو رو هم دیدیم. نه اصل نه، من به بهار گفتم که بهار اگه دوست داشته باشی برای دفعه بعد یک برنامه میذاریم، من میام پیش تو. بعد پیش تو با هم دیگه میایم پیش احمد اگه دوست داشتی. مثلا به زیبا نه من دعوت نیستم خونه احمد. نه فقط ایشون دعوت. بگو احمد تا کجا آورد تو رو؟ تا دم آسانسور. احمد گفت بالا نمیاد. نه گفت بالا نمیاد. خب نیاد اشکال نداره، ما هیچ اصراری نمیکنیم. گفتم میای بالا. احمد آقا گفت نه. گفت نه نه نش نه. زیبارم ببر پیش احمد. نه نه من نه تو منو میبری نه من میام. ما خودمونو به کسی تحمیل. من اصلا به احمد آقام نگفتم میخواییم یه کوتاه هم دیگر رو ببینین یا با هم دیگه آشناییتون بدون. آفرین 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 نه حالا یوز کردی یا صد بار باید بهش بگم. یه دونه بریزه احمد هم بود. چطور با احمد آشنا شدی محسن؟ از طریق زیبا. از طریق زیبا با احمد آشنا شد. میدونی چقدر کسا شما احمد رو خواستم من بهشون دادم؟ بعد یه سری هم رفتن کلی برالله من بدگویی کردم. گفتم آزادن آزادن هر شور نظری که میخوام بدن بدن. احمد یه فرد مستقله، اونا هم مستقلن، آدم هم آزادن هر چی دوست دارم بگن. من شماره شون رو خواستم، کنتاکتشون رو خواستم، دادم بهشون. خب بعد دیگه تو از طریق من از تو لایو آشنا شدی باهاش. بعد رفتی چجوری خودت؟ من یادم نیست به تو شمارشو داده باشم. نه توی نه شمارشو من ندادی. من توی گروه یه دیدم که یه پیغامشو چیز کرده بودین، یکی پیغامشو کپی کرده بود. رفتم روی پیغام شمارشو پیدا کردم، براش نوشتم که من کیم. اصلا فرستادم گفتم من دارم میام. گفتش که حتما هم میارم. چه جاله ایشه هم کلی در رابطه با تاریخ گشت مهمان. اصلا نمک نمیزنی دیگه. اون چیز رو زده بودم دیگه. آفرین اصلا نمک به مرخخموق نزدی. یه ذره زدم گشت مهمان و اینه بودم شاید شروع میشه به خاطر اون لیموه و اون خوب کار کردی. دشت مهمان رو بگو. یه رفته بود دشت مهمان و تاریخ و سیاست و و اینجور چیز با هم دیگه کلی صحبت کرد.
کی بیدار بودید؟ بعد هی میگفت وای بچه ها پر گروه پر کرده بود. بچه ها نمیدونید یه فرشته هست. واقعا واقعا من تا حالا یه همچین انسانی ندیدم. پلو رو آماده کرده بود، گوشته بود کنار، گوشت رو گذاشته بود کنار، سالاد گذاشته بود کنار، کباب تابه ای خوب همیشه همیشه هست. برخلاف من که الان بلند شد که زیبا من گشنم، گفتم باشو باشو یخچال رو باز کن یه چیزی پیدا کن برای منم درست کن. واقعا مرسی، منم از گرسنگی نجات. واقعا مهمون باید اینجوری باشه بچه. خیلی خوبه. من خب میره پیش احمد میخوری دیگه. خیلی حالا معلوم نیست فوزیه چی بیاره. معلوم نیست فوزیه چی بیاره. آره اینطوری شد. جریان از این قرار میگه قارچ زده؟ نه. قارچ زده؟ قارچ ندادی. نه قارچ نزدم نه. فقط تخم شوید زدم، تخم مرغ زدم، تخم کتان زدم. بعد اومد گفت چند تا؟ گفتم یکی. داشت سکته میگم. گفتم دو تا. نه بابا اون چهار رو بزنم. بعد رسیدیم اونم. نه میخواستم از یک که میبین به چهار خوشحال بشیم. نواش نواش. شکرانه نعمت کنم میگم آخری گفت چهار تا. نه چهار تا کافیه دیگه. نه ولی چایی زیاد خوریم، خوشمزه بود چایی و بیسکویت هم داریم و هی میپرسید خونه زیبا چجوریه؟ خیلی روشنه، خیلی جای خوبیه، نوسازه، نمیتونم بگم بهشته ولی خیلی جای خوبیه، خیلی جای خوبیه، آروم. مهمان نوازی رسم داره، ما همه رسما رو به هم می‌ریزیم. آره. بوزبا. مگه ندیدید به من گفتیم مثلا اونجا بودم گفت من واقعا اون کلیدو گرفتی خیلی خوب شد. منم اومدم اونجا. خودم هم می‌خواستم تو آسایش آرامش باشم دیگه. خودم گفتی با هم دیگه بهم دیگه. آسایش آرامش اول خودمون. ولی خیلی اومدم فوش دادم بی معرفت فلان بسا. مثلا من کاسه داغ‌تر از آش. من گفتم من اینجوری راحت بودم. حالا می‌خوایم بگیم بگیم، می‌خوایم نگیم نگیم. من همینو می‌خوام. مثلا همون روز که گفتی مهمونی با تا ساعت 7 به بعد من رو می‌خوام. من همینو می‌خوام که واقعا هممون با هم دیگه میخوای بریم خرید یا مثلا اون پیستوری رو هم میخوای تعریف کنید چیز اونو خیلی جالب. شهناز شهناز بچه هم من رفتم توی سایت اول بگو کستن اول چی شد. رفتم توی سایت فکر داشتم رفتم دنبال شهناز روز یک شنبه بود داشتم دنبال شهناز احساس کردم که دوربین از من عکس انداخت و سرعت هم بالا بود. بعد گفتم جریمه شدم. شهناز خانم گفتش که خب ایبی نداره من جریمه تو بهت میدم. منم 20 یورو رو به عنوان جریمه ازش ایشون گرفتم. گرفت خیلی کار خوبی قشنگی کرد. روز چهارشنبه بود دقیقا روزی که زیبا رفت من رفتم چک کردم سایتش که ببینم که چقدر جریمه شدم. معمولا شاید 15 یورو میشد، اون 5 یورو رو حالا میخواستم به شهناز خانم برگردونم. دیدم نه، تماسم گرفتم گفتن که نه جریمه نشد. بعد من تماس گرفتم با شهناز خانم گفتم که من جریمه نشدم، این 20 یورو رو میخوام بهتون برگردونم. چجوری برگردونم؟ بعد ایشون گفتن که باشه برو مسافرت تو بیا با هم دیگه میریم رستوران یه غذایی بگیریم. یه رستوران عکس هم بگیر در نامه. باش. شهناز بسیار با معرفتی. خیلی خوشم اومد. خیلی خوب برخورد میکنی با افراد. خیلی من بازم ماست بدم. نه بستمه. من بستمه. بستمه. چه مهمون خوبی آفتاری. من گوجه بخورم. این آخرین گوجه رو من جان بخورم. ببینم. گوجه بازم هست. محسن تو بچه داری که پر میگی من زن ندار. آره من جدا شدم دیگه گفتم بیا. لایو اول رو برید ببینید. من جدا شدم. طلاق کردم. آفرین به مرومت. مخلصم. ممنون. تو چی زیبا با معرفتی من نمیدونم یه موقع ممکنه. حالا من یه لایوی میخوام بذارم با سیما خانم در رابطه با زیبا. آی بشینیم غیبت در مانی بکنیم، آی غیبت کنیم، آی غیبت کنیم. سیما به زنگ زده. سیما رو چقدر خوشحالم رابطت با بچه ها خیلی خوشحالم. داشتم گفتم بودم سیما خانم من از اون روز اول که لایو دیدم داشتی صحبت میکردی ازت جایی خوشم اومد. آلمان اومدی فقط پیش زیبا نره، پیش بودم
حتما عزیزم اون لحظه رشنگ دارم حتما عزیزم باشه میاد اونجا من میام اونجا نه باشه باشه دوست دارم مرداری بیاری اونجا دیگه ما کلم بگیرم من از این که رابطه بچه ها به هم نزدیک میشه خیلی خوشم ولی لایف بذاری خیلی خوبه آره میذاری بچه ما زرفر شستیم آره من تو هم همینطور بذار روی اون رو چکه که واقعا یادونن یخ محسن واکسن زدی؟ بله واکسن زدم مدرنا دارم چرا جدا شدی؟ خب دیگه جدا این همه آدم جدا شدن این هم جدا شدن ما سالم با هم دیگه نتونستیم بسازیم بگو برای که انگشت گوشی باره برداشتی اسمش چیه؟ نمیخواه بگیم؟ نه نمیخواه ولی برایش یه گوشواره برداشتم برایش یه گوشواره برداشتم که بدم به زانیار زانی از طرف زانیار بهش از این گوشواره هایی که با صدفه من فکر کنم که اینم بهار داده بهار یکی از گوشواره هاتو دادم همون که صدف رنگ بارنگ رنگ توشت عکس درختونه هست داره آره گفتم اینایی که انتخاب کن از وحیدم خوشم میاد چون اونم وقتی یه چیزایی میدیم بعد میگه مثلا برای همسر سابقم من این روابط رو موقعی که با اووه و ینسن بودم من با زناشون رو من آشنا کرده بود میرفتیم حتی زن اووه اینجوری میکرد به اووه به زیبا یه چیزی بگی با من طرفی ها زن سابقش باور کن قد من دوست دار اونجوری میکرد اووه نمیدونم یه چیزی میگفتی که حالا خیلی بامزه ینس زنش اما خب زن ینس هم احترام داشت ولی خب دوست هم نداشت دوست نداشت احترام هم داشت احترام میذاش ولی زن سابقش چون سر جریاناتی که در رابطه با خانواده ینس پیش اومده بود اینا من رو دوست نداشتم ولی احترام میذاشتم مثلا من یه موقعی یه چیزی بود اینا مثلا به هر حال همین که آدم با هم دیگه محترم آمیز برخورد کنه خیلی خوبه بعد مثلا میرفتن رابطه شد و رابطه خوبی با هم داشتن من خوشم میاد کسی که با کسی که زندگی کرده باش احترام آمیز برخورد کنه نه اینکه آی اون این بود بد بود فلان بابا این پیچ به اون ماره نمیخورد دقیقاً دلیل بر این نمیشه که دوتایشون بد باشه نه آره و خیلی من خوش آمد به زانیار بده اینا رو یه چیزی هم اگه شاید برای زانیار احساس کرده قشنگ اینا میتونی انتخاب بکنی محسن جان نمیخوای زن بستونی؟ چرا از این همه خواستگارهایی که اینجا هستن همه رو با هم تا یکی دو هفته دیگه یکی رو گلچین میکنی میشه سوگلیمون دیگه بعد زیبا رو دعوت میکنی بیاد این او به قشون این سورپرایز رو به همه معرفی کنی خب این ماست من ها که میخواد بخواد کنید ماست خوده دست میگه بولیزت قشنگه این بولیز که دادم بولیز تو رو میگه نه این که به تو دادم آره. خب من امیدوارم که رابطه با همه شون داشته باشی نه که یکی رو فقط انتخاب بکنی یکی رو انتخاب بکنی اونای دیگه هم ناراحت میشه همه رو با همه انتخاب کنی نمیشه که همه رو با همه انتخاب کنی چرا میشه مگه شاه ها این هم حرام سرا داشته من که نمیدونم چه میشه با تو کارت نباشه تو فقط بگو انتخاب نمی کنم همه با هم بیایید دیدی آره کار نشد نداره اینجا زیبا رو بگیرم بگیر بگه من گرفتم من اوکی بس ولش کردم یه دونه یه جوک بگم البته جوک نمیگم من میگم من یاد این افتادم نمیگم محسن خان سیر نشده خب سیر نشده خب با میره خونه احمد میخوره دیگه بیل سیر شدی آره سیر تمندی کرد تمندی خوبه دیگه آره. خودت گفتی دوتا آره. اگه بخواد میتونه دوتا دیگه تخم مرغ مونده این نونا هم خوبه 43 سالمه چه تیپ دوست داری بگه همه رو با هم دوست داریم همه تیپ خوبه براش خب محسن چلو کباب مهمان ما بچه هایی که تو فرانکفورتن بعدم به من پیام دادن گفتن که بذار اینا رو بذارم تو این خور چیز خیلی خوبه با خیار تو صحبت کن زیبا یه قرمه سبزی درست کن برای محسن زیبا قرمه سبزی درست کنه
محسن پیج تو میخوام ام پونکت پالیز ام پونکت ام نقطه بزن تو که قضا تموم شده بیا جلو نه نگاه کن آها چرا اومد پا ال ای پالی زیاد نه ببین باید ادساین رو بزنی اول آها باید ادساین رو سب کن الان ما یادمون رفت از اول بگیم بگو که ام خب میاد تا اینو میزنی خودش میاد کجا رفت پستش کنی نها اینجا تو پست آهان پست نکردم من رو خب بچه فالوش کنی فالوش کنی بعد از سر کارش اومدن گفتن چند نفر بودی 400 خورده ای بودن بعد اومدن سر کار بهش گفتن که 400 نفر بودیش داری شدی 3000 نفر چه خبره اینم گفتی که اینجوری چه سری اومدن بازی قرارمون این نبود که زیبا بیاد فرانکفورت اون اتفاق که پیش اومد این اومد فرانکفورت و قرار بود که من بیام اینجا بچه ها ببینید این برنامه که احمد یادم رفت اسمش چی بود محسن داشت تقریبا از یه ماه و نیم پیش این بلیت رو گرفته بود گفت زیبا من میخوام بیام هامبورگ بیام پیش تو یا برم هتل گفتم نه بیا پیش من بعدش دیگه تو گروه هم بچه ها محسن رو میشناختم بعد همه گفتن رفتی پیش زیبا من زیبا رو ببوس گفتم ما با ما بوس موس نداریم حالا البته ما اونجا هم دیگر هم بغل کردیم خوب بود تا همینجا هم پیش رو خودش خیلی بس. بعد که تو این بعد از اون مسافرت با احمد تماس گرفت یا قبلش؟ نه قبلش. چه جالب. گفتم میتونم بیام ببینم. بعد تو این فاصله من بهش گفتم که محسن من یه مسافرت دارم به فرایبورگ. نمیدونستم برای این که فرایبورگ برم از فرانکفورت میشه. تازه من نمیدونستم هم تو فرانکفورتی. آره توی اون یکی لایو که من گفتم که تو گفتی تکثیر محسن ها آره گفتم کجا تا من گفتم حالا از یه شهری میاد دیگه هیچی بعد که فرانکفورت گفت بابا من فرانکفورتم گفتم چی جالب وقتی این اتفاق افتاد خب منم دیدم که زوویزو که من دارم از فرانکفورت رد میشم بعد این اتفاق افتاد گفت میخوای بیام فهمیدم تازه فرانکفورت با فرایبورگ 2.5 ساعت فاصله داره بعد می‌خواست بالاخره اون جریانات که پیش اومد ولی مسافرت ما سر مسافرت ایشون از قبل سر جاش بود مون تا تغییری که کرد این بود که بره خونه احمد. چون که وقتی پرسید که زیبا من نزدیک باشم به خونه منم که گفتم چه خوب ساعت 12 میرسه ما اینجا آره. کی بیاد من کی بیاد من که نمیمدم دیگه نمیاد دیگه نه بیا منم گفتم که خب من که دیده بودم دیگه با هم صحبتامونو کرده بودم آفرین خیلی خوب دوباره باز برم ببینم چی بری پیش احمد گفتم برم پیش احمد دوباره چی بگم نه برم میگم صحبتامونو کرده بودم برم چی بگم منم خودم خیلی دوست داشتم خب تنوع بشه برای سریای بعد داره مهمان نوازی رو از من یاد بگیرید فقط درو باز میکنه آره زیبا عاشق زیبر و آلات اینا رو گذاشتیم به هر کسی میدیم دیگه ببین فرانکفورت کسی هست براش ببر نمیدونم نه بچه ها کسی فرانکفورت هست یه دیگه اینا نشون بده از اونجا ببین اینا رو گذاشتم بدم به کسی خب ببین همینجوری نشون بده کسی فرانکفورت هست من اینا رو بیارم کسی از فرانکفورت هست انتخاب کنم بعد ببینه بعد با محسنم دوست شه من اینا رو گذاشتم بدم به بچه ها البته اون گوشواره رو یکی انتخاب کرده اون گوشواره رو اینا رو یکی انتخاب کرده اونا رو بذارم میذارم اینجا میذارم اینجا که جاش مشخص میشه بیانده میخواد بدیم هامبورگ سلام بکنیم باید بکن اینجا هم هامبورگ